سلام خدمت همه شما دوستای عزیز، من ادامه هستم و با یک قسمت آرکان کوست خیلی جالب دیگه اومدیم خدمت شما. و حالا دیگه چیکار کنیم؟ همچنان مثل همیشه یه بنده خدایی نمیکشه بیرون، هنوز اینجاست. بعد سلام کن. خیلی ممنون آقای نریمان. یعنی ببین، این اینجوری میگه ها، ولی واقعا خودش دلش نمیخواد من برم. من همیشه میگم با بذارم برم، من خسته شدم. آره دیگه، من نه، آینتا ما به تو نیاز داریم، تو با این صدای لطیفت، با این داستانگوی جذابت باید همیشه باش. مگه نه نریمان؟ مگه نه؟ سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که دوباره پیشتونم. یه آرکان کوست دیگر با نریمان داریم ریکورد میکنیم و هست میکنیم واسه تون. میدونم توی مدت کلن نبودیم، ولی من همه کامنتاتون رو خوندم، همه رو خودم لایک کردم، ریپلای. آره حالا دیگه قرار نبود، قرار بود تو طرف من باشی نریمان، ولی حالا اگه میپنیم. نه ببین آنیتا، تموم شد، گذشت اون زمان که محمد رضا بود اینجا اسکریپت میداد دوتایی دست به یکی میخواستیم بکنیم منو بندازیم بیرون. اینجا من نشون دادم که قدرت دست کیه و منم که الان اینجا سلطنت میکنم. حالا بچه جدای از این، خودتون دیگه بهتر میدونید چرا ما این مدت نبودیم. حالا دلیلش هم این بالا براتون یه لینک میذارم بتونید برید ببینید. خب ولی این ویدیو یه دونه تفاوت خیلی عمده، اگه کسایی که حالا تا الان همه داستانم رو دنبال کرده باشن متوجه شدن، هم من هم آنتا جفتمون سرما خوردیم. ای یه وسط مثلا رکورد کردن اینجوری شدم. خب حالا سعی میکنم دوباره بگم، ولی دیگه سخته. خب ما توی شرایط سخت داریم بر شما اینجا زحمت میکشیم ویدیو رکورد میکنیم، مگه نه آنیتا؟ من شخصا قرار با دستمال کاغذی واسه بچه ها ASMR دارم. کجای کاری؟ نه ندهید لطفا، بچه ها گناه دارن آنیتا. خب حالا دیگه بدون معطلی بریم سراغ آرکان کوست، یه وقت بچه هم خیلی گرفته نشه. آنیتا این قسمت آرکان کوست مال چی ای گفتی؟ این آرکان کوستمون، البته احساس میکنم من همه آرکان کوست دارم این حرف رو میزنم، ولی آره. این یکی از آرکان کوست های مورد علاقه من. اصلا تو میدونی میخوام چی بگم که میگی آره؟ آره آره آنیتا، من تو رو نزاییدم، من بزرگت کردم، تو با این کانال بزرگ شدی، تو تیم ما بودی از همون اول دیگه. آها. من تو الان با من صحبت میکنی، من جمله بعدیت میدونم چیه. ماشاءالله اعتماد به نفس نریم. اصلا خیلی خب اعتماد به نفس منو کاکتوس داشت، روز 20 کیلو موز میداد. خب آقا برگردیم به داستان. داستان چیه؟ ببین داستان کلن راجبه یه چیزه مرموز رمز و رازیه که قرار یه اتفاقات خیلی بدی بیفته، ولی این داستان با بقیه داستان یکم متفاوته به خاطر اینکه ممکنه بعضی از افراد رو از دست بدیم. حالا دیگه بیشتر اسپویل نمی کنم، شروع کنیم ببینیم چیه که بچه خودشون در ادامه متوجه میشن. پس با هم دیگه بریم و این ویدیو رو ببینیم. تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید. آرکان کوست از جایی شروع میشه که پایمان طبق معمول از آلویز، یعنی همونطوری که همیشه بوده و هست و خواهد بود، شروع میکنه به غرغر کردن. چرا اومدیم اینجا؟ اینجا بومیده ترسناک پیف پاف سکتو این زندگی فلان، من اصلا حوصله‌ام سر رفته، ولم کنیم میخوام برم. باید برای بررسی بریم 30 فرسنگ زیر خاک. یانفی هم که به طرز عجیبی متوجه غرغرهای پایمان نشده بود، ما رو میبینه که سرش تو کار همه هست، بیاد بپرسه که تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد این پایمان همیشه فضول، بعد یانفه میگه که It's the biggest piece of dog shit. این پرونده با پرونده های دیگه خیلی فرق میکنه و اولین باره که انتهای کزم رو میبینه. بعدش از ما میخواد که اگه چیزی پرسیدیم و فلان اینا به کسی نگیم که اصلا یانفه اینجا دیدیم. خیلی ساس میزنه، احتمالا داره یه کارهای خطرناکی میکنه. بعد پایمان حالا از این ساس بودن یانفی سو استفاده میکنه، دوباره شروع میکنه به غرغر کردن. سگ توی این زندگی اگه یانفی جرم مرتکب بشه ما الان همدست شدیم، چوب سادگی تو نخور ترولر بدبخت. بعد ببخشید بچه‌ها، پایمان هم دیگه میاد اینجا میکوبه تو سر یانفی. در همین بین ببینین کی وارد میشه. شاخ شمشاد قد و بالای تو رعنا رو بنازم، ایتو با دو تا سلول مغزی به این نتیجه میرسه که شاید اومدیم زیر کلی سنگ و خاک برای مسافرت. آخه پروفسور، آی دکتر، آی سر دسته خفن‌ترین گنگ اینازوما، چرا آدم باید بیاد توی کزم مسافرت؟ اینو به من توضیح بده لطفاً.
بعدش هیچی دیگه، حالا میام خوشو بش میکنیم و حالا خانواده در چه حالن و فلان و اینا، زن بچه چطورن. ایتو ما رو به کوکی شینوبو معرفی میکنه، یکی خفن ترین کاراکترهای بازی که من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، حالا شما رو کار ندارم، خیلی مهمم نیست. بله، بعدش ما رو معرفی میکنه کوکی شینوبو، میگه که مایه افتخار و شادی گنگ آراتاکیه، اون یکی از بهترین و باهوشترین آدمای هانامیزاکاست و همه کارهای گنگ به عهده کوکیه و از همه چیز مراقبت میکنه. و دوباره شروع میکنیم از خانواده و اینا پرسیدن، احوال پرسی ها شروع میشه و ترولر یه دوست دیگه هم پیدا میکنه که شاید در آینده بخواد از دیوار کوتاه ترولر بالا بره، که خب قطعا همه این کار خواهن کرد به زودی. پایمان میپرسه اگه این همه تعریف هندونه و فلان اینایی که تو داده زیر بغل کوکی اینقدر کله گندست و خفنه، چرا رئیس آراتاکی گنگ نباشه؟ ایتو هم بگه 31 سالگی میلیونر بوده، 32 سالگی صاحب کارخونه، 33 سالگی صاحب چند تا نماد. بعد از ما میپرسه یه خانم کوچولو با ماهی صورتی که کلاه خنده‌دار داره ندیدی؟ منظورش کیه؟ کی کلاه خنده‌دار داره؟ خانم کوچولو فلانات همه برای ایتو کوچولو محسوب میشن دیگه، همه دیگه کوچیکن براش دیگه، به من چه. بعد اینجوری که حالا نه که تو تای معدن مثلا رندوملی به خانمای کوچولو برمیخوری، مثلا اینجا ملت میان خانم کوچولو بلند میکنن، اصلا اینجا تو کزم مخصوص این کار. پایمان اول یه سوتی آبدار میده، بعد میاد جمعش میگه نمیدونم، اطلاعی ندارم. خب اما کوکی و ایتا متوجه دروغش میشن، چون پایمان کلن زایس موقع دروغ گفتن و همش میاد چپ و راست میکنه، به این برون بر نگاه میکنه. کوکی هم میگه بابا به خدا ما فقط واسه امر خیر اومدیم، لیترلی. ظاهرا ینفه جون ایتو رو نجات داده و ایتو هم دنبالش که ازش تشکر کنه. آی ما هم یه نفس راحت میکشیم و شروع میکنیم دوباره حال احوال که بابا چه خبر از اوضاع اینازوما. اونا میگن که ویزای ساکوکو دیکری اخیرا تو اینازوما برداشته شده، مردم اینازوما هم دیگه راحت بدون پاسپورت میتونن خارج سفر کنن، برعکس بعضی افراد اینجا. ولی خب برای همین کوکی هم اومده تا از لیو مدرک فارغ التحصیلیشو بگیره. حالا شما ممکنه بپرسین اصلا کوکی چه ربطی به لیو داره؟ کوکی از اینازوما، لیو کجا؟ ظاهرا قبلا کوکی تو آکادمی تانگون حقوق میخونده، ولی وقتی برای مسافرت رفته بوده اینازوما خونشون، از شانسش دقیقا همون موقع ساکوکو دیکری رو اجرا کردن و دیگه نتونسته برگرده، یعنی یه جورایی گیر افتاده. مثل اینا که پایان نامه‌شون 100 سال طول میکشه ولی فارغ التحصیل نشده، اینم یه همون جورا شده دیگه، مدرکش رو نتونسته بگیره. برای همین الان دیگه برگشته که مدرکش رو بگیره. بعد تو راهشون به آکادمی هم ایتو با چند تا سرباز سر یه صف دعواش میشه که اگه ینفه اون اطراف نبوده نجاتشون نمیداده، کلن میافتادن زندان. ایتو هم دیگه خیلی متشکر، میاد ینفه رو پیدا کنه، مثل روانی دنبالش میفته، مثل این آدم های ترسناک کل راه دنبالش بوده که میگه با اگه کمکی نیاز داشته باشی به خدا بیا به من بگو، من از خجالت در میام. با تفلک نیتش پاک بوده، صرفا تو اجراش مشکل داشته. ولی خب ترولر برای اینکه سر قولش به ینفه بمونه میاد آدرس اشتباه به ایتو میده و اینجوری اکت دو از آرکان کوستمون تازه شروع میشه. آرکان کوستی که با دروغ شروع شه دیگه تهش مشخصه دیگه آنیتا. این ایتو هم که مثل سایکوپتا افتاده دنبال دختر بچه مردم، حالا باباش بعدم میاد اینجا ایتو رو درستش میکنه ایشالله. باباش نیاد میگیم ددی جانگلی بیاد آدمش کنه. خب ترولر به محل سقوط میره و در اونجا ینفه رو میبینه. پایمان به ینفه میگه که ما خاطرخواهاتو دست به سر کردیم و ینفه تشکر میکنه. چرا باید تشکر کنه؟ داش طرف شاید خواستگار بوده، در کجا میدونی اینقدر خوشش اومده میخواسته بگیرتت، بدبخت الان شوهر کمه. ای حالا درسته طرف دوتا سلول مغزی داره، بگیر. بعد ینفه توضیح میده که به عنوان مشاور حقوقی باید بعضی مواقع سفر بکنه و دلیلی که اینجاست برای یک وصیت‌نامه است که داخل یک کتاب خیلی قدیمی پیدا کرده و به نظر میاد که باید برای یه فرد مهم باشه. توی وصیت‌نامه اینجوری به نظر میومد که یه نفر وسیله جادویی رو گم کرده و خواستش اینه که اون رو به خانواده‌اش برگردونه و مجبور شده که وارد منطقه ممنوعه کزن بشه. یهو از پشت یه بانوی زیبا و مرموزی که کل مدت داشته مکالمم رو گوش میداده و من عاشقشم و خیلی دوستش دارم، خرامان خرامان وارد صحنه میشه. یا
لانفه ایشون رو یلان معرفی میکنه. من دوستت دارم، به خدا دوستت دارم. حالا دیگه بذار من دیگه زیاد چی نکنم. که برای وزارت امور مدنی کار میکنه و دوستشه. اینا با هم صرفا فرندن، زیاد وارد جزئیات نشین. آره literally فرندن. بعدم هندونه میده زیر بغل ما که اینم همون ترولر مشهور. یلانم میگه که بله بله در جریان هستم، الانم تصادفا برای کار اینجام و شانسی شد که شما رو میبینم. ببینین قسمتی از کار یلان کنترل و نظارت رفت آمدهای کظمه، یعنی هر کی بخواد از اینجا رد بشه نگاه کنه سمت کظم، یلان باید حواسش باشه، یعنی باید بدونه. یه جورای حکم اوپن اپو داره، چیز خاصی نیست. آره بعد و طبق قانون باید همراه ما باشه، ولی چون سر بانو به شدت شلوغه نمیتونه الان همراهی میکنه. ای توف تو این زندگی، ای توف تو این زندگی بابا، برین کاراتو بده ترولر انجام بده، تو فقط همراه ما بیا بریم. یانفی ازش خواهش میگه توی کارهای وصیت نامش کمکش کنه، ولی یلان میگه خب حالا اصلا من اگه بیام این کارو بکنم چی به من میرسه؟ یعنی ناکن اصلا تو دیانتا چی میخوای از این بهتر؟ بانو با کمالات اقتصادی جرمنی. یلان هم که ظاهرن چای دوست داره، حالا اینا چایشون توشون چیزیز میریزن کنم، چای معمولی که نیست قاعدتاً. خب بعد چای خیلی دوست داشته، چاییه دیگه چایی. بعد میگه که خب بگو ببینم چی شد که حالا اومده اینجا. ایتو یک دفعه وارد میشه. به ترولر قاطی برمیگرده میگه اوی با تو هم فکر نکن حالا من دوتا سلول مغزی دارم، فکر نکردم نفهمیدم منو پیچوندی یا فرستادی من دنبال نخودسی ناقلا. من فکر کردم ما خیلی داوشیم با هم دیگه، دلمو شکوندی، برو حالشو ببر، اصلا دیگه دوستت ندارم، منو تو کات فوراور، برو گم شو. بعد هیچی دیگه. یلانم به ایتو میگه که مردم عادی نمیتونن وارد کظم بشن، تشریف ببرین بیرون آقای محترم. ولی ایتو میگه اگه این منطقه ممنوع است چرا علامت خطری ندیدم؟ یلا میگه که بچه جون جایی که واقعا خطرناکه هیچ وقت علامت خطر نمیبینی. خیلی هم منطقی، یعنی من مثلا مین گذاشتن تو راه بری تو دیگه شاید بمیری، کی میدونه. آره بعد من اینجا نکن اصلا ابهت رو میبینی، یارو با این هیکل نحیف و زیبا برمیاره اون قوله بیشا خدا، میگه بچه جون وای خدا اصلا جذبه. ایتو که قانه نشده و میخواد حتما پیش یانفی باشه تا لطفشو جبران کنه، با یلان شاخ به شاخ میشه. حالا پادرمیانی کوکی هم کارساز نیست جنگ و دعوا و اینا، یهو زمین شروع میکنه به لرزیدن، دهن وا میکنه. حالا اینجا احتمالا یا ایتو زده یا یلان زده دیگه، اینجا زمین دهن وا کرده. نه همه با هم دیگه پرت میشن میرن توی اعماق کظم. بعد از اینکه همه مطمئن شدن سالمن، حالا چون توت قوانین خودشو داره دیگه، کسی از 600 متری هم بیفته تو اعماق معدن با اون سنگای تیز بازم سالم فرود میاد، کسی هم نمیدونه چرا. توت هزت من میدونم آنتا، منطقی دیگه آنتا، نهیدی مثلا از 3000 کیلومتری میای بعد 5 سانت مونده بزنی پلان جتک بزنی یه دونه دمیج هم نمیخوری. منطقی دیگه، منطقی. ببین اصلا چقدر گیم مکانیک خوبه، چقدر خوب طراحی کردن که حتی لور با گیم پلی دقیقاً یکسانه. یعنی شما دقیقاً می‌بینی کجا بیفتی، همون لحظه آخر پلانج بکنی هیچ نمیشه، اصلا اچ پیت کم نمیشه. به به آفرین. اصلا انگار تازه انمی هم دمیج کل اون فاصله پلانج میخوره دیگه، چی میشه از این بهتر. به 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 تبریک میگیم از خویو. و بعد یلان حدس میزنه دلیلی که زمین زیر پاشون خراب شده به خاطر استفاده از نیروهای عناصر یا همون نیروهای المنتاله. بعد ایتو بهش میگه که نه به خاطر اخلاقت که اینجا افتادی. و دوباره شاخ به شاخ میشن. خدایا خیلی هم اخلاقش خوبه، چشت دراد. آها نه خیر، خیلی هم بد اخلاق اونجا. اصلا یلان اولش آقا نمیدونم چقدر یادتونه اون کاتسینا، ولی اولش آقای ادیتور بیا اینجا یه لحظه یلان رو نشون بده با اون پوکر فیسش، اون اخلاق به نریمان نشون میدم. نریمان اصلا سیمپ میکنه، هیچی رو نمیبینه. تو رو خدای قیافه رو یه لحظه نگاه کن، ببین اصلا لبخند نمیزنه. من بودم تو خوابم میدیدم میترسیدم ازش. داره میبینی الان، داری میبینی تو مو میبینی و من پیچش مو. خب شما باید عمقشو نگاه کنی. شما اصلا بلش کن، ادامه بده تو آنیتا. با من بحث نکن، من میگم یلان خوبه، بگو خوبه. بله نه تنها من خسته شدم بلکه کوکی هم خسته شده بود از کارهای رئیسش و البته یلان
که میگه جون مادرت ایتو ول کن، هر جا سرمو برمیگردونم داری با یکی دعوا میکنی. تراولر هم میاد از فرصت استفاده میکنه، به پایمان میگه نگاه پایمان اخلاق تو هم دقیقا مثل ایتوه. آخه من نمیدونم دعوا کم بود تا دا تراولر هم اینجا کرمش میگیره. پایمان هم بهش بر میخوره، میگه که چی گفتی؟ منو با ببخشید چی؟ من با احمق که دو تا سلول مغزی فعال داره مقایسه میکنی؟ بعد ایتو هم به پایمان میگه بابا چی میگی؟ تو که خودت یه طالبی پرنده قرقروی، به من میگی احمق؟ پایمان هم کم نمیاره، میگه تو یه گوسه پندی. بعد این دوتا شروع میکنن به دعوا و زد و زدن و خدا رو شکر یلان و ینفه داریم که واقعا به نجات دادن ما اهمیت میدن و دنبال راهی هم برای بیرون رفتن از اینجا. یلان هم برمیگرده میگه که کزم یه منطقه اسرارآمیزه و سالهاست به دلیل یک حادثه معدنکاری بسته بود، پس هرچی که دیدین و شنیدین اینجا میمونه و به کسی نمیگین، هیچ سوالی هم نمیپرسین. من شما را از اینجا میبرم بیرون و شما هم در عوضش رازهای اینجا رو نگه میدارین، کپیش؟ فهمیدین؟ ما میگیم یس مم. حالا که دیگه با هم تعارف پنهانکاری هم نداریم، بگو ببینیم مثلا ماجرای قطب نمای خارق‌العاده چیه؟ ینفه توضیح میده که سالها پیش کسی که اینو داشته موکل ینفه بوده و قطب نما رو به یه فرد جاه طلب داد به امید اینکه توی موقع نیاز ازش استفاده کنه و طبق شواهد اون آدم آخرین بار با قطب نما وارد کزم شده و بعد دیگه هیچ وقت هیچ کس ندیدتش. ینفه هم موظفه که قطب نما رو پیدا کنه. چقدر داره مرموز میشه نریمان. به نظرت میتونن این قطب نما رو پیدا کنن و همشون هم سالم از اینجا در برن؟ همشون؟ ببین آنتا، قطعا رفته رفته داستان که داره جالبتر میشه، ولی الان سوالی که برای خیلی از بچه ها احتمالا پیش میاد، این قطب نما اصلا چی هست؟ خب این چی چیه؟ حالا همشون سالم برن والا خیلی نمیشه تضمینی گفت، چون که اینجا کزمه دیگه، هر چیز اینجا ممکن اتفاق بیفته. حالا قبلا شاید میگفتیم که آره بابا مگه میشه توی گنشین کاراکتر اصلی بمیرن، ولی اخیرا که چه عرض کنم، آلکون کوستی مثل سینیورا رو دیدین دیگه. اگه میخوایم ببینین آلکون چی سینیورا چجوری جزغاله شد، اونجا میتونیم توی لیست آلکون کوستو برین نگاه کنین، پلی لیستش هست خیلی هم خفنه. این از اون قسمت چند بود؟ یک بود. همه رو ببینین، همش قشنگه. آره بچه ورد کوستا که اگه بخواین اونا رو هم واسه تون ترجمه کنیم، این ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت هم بنویسید که ورد کوستا رو براتون بیاریم. حالا همه چیز داره همینجا به مرور و مرور توی تبت دارکتر میشه و میترسم که بعضی مواقع جون سالم به در نبریم. خب بگذاریم، جایی که تراولر رو دوستاش افتادن به نظر میاد نه سر داره نه ته. خب از اونجایی که حالا هم نمیتونن از کزم خارج بشن، همه خدا رو شکر میکنن که کوچی همراه خودش آب و غذا آورده. ببینین چی آورده؟ آب و غذا آورده. خب یلان بودو بودو میاد که مژده بدین، مژده. یه ورودی جلوتر پیدا کرده و همه میرن که بهش نگاه بندازن. بعد از اینکه از مسیر گذشتن، یه ورودی دومین وسط ناکجا آباد پیدا میشه. یعنی مدیون این فکر کنه همشون ناکجا آبادن، یعنی اصلا تو بازی نیاز ندارن که ما یهو بریم اونجا با 5 نفر درگیر شیم و فلان. بله آره. خب که اطرافش سنگای قدیمی لیو است که یانفی توی کتاباش دیده و میگه دومین خیلی قدیمی به نظر میاد. بچه حالا من مثل آنیتا نمیتونم زیاد صدامو های و لو کنم، چون یکم حقیقتا بیگلون فشار میاد. حالا تا جایی که بتونم دیگه دارم سنگ تمومم میذارم، ولی دیگه خوب شدم، قول میدم جبران کنم، منو ببخشید. یلان اولین نفری هست که صدای یه شخص سوم رو میشنوه. اون کیه؟ الان شخصیت خفن گنگ بازی وارد داستان میشه، ادپتوس شاو. شاو میگه که از دور سر و شست صدا شنیده، حتما دعوای پایمان و ایتو بوده، این دو تا اسکول افتادن به جون هم دیگه، میزنن سر کله هم دیگه. اومده که چک بکنه ولی نمیتونه پیششون بمونه، چون دنبال یکی دیگه است و بهشون میگه که شما هم باید در اسرع وقت از اینجا برید و پوف محو میشه. و خب از اونجایی که راه دیگه برای بیرون رفتن وجود نداشت، همه وارد دومین میشن. داخل دومین از مکانیزم هایی که مختص لیو هست استفاده شد و دومین شبیه دومین های یک ادپتوس به نظر میاد. توی دومین ما با چرخوندن سنگ ها و پلتفرم ها و کشتن انمی ها راه خروجمون رو پیدا میکنیم. وقتی بعد از کلی بدبختی و تقلا از دومین خارج میشیم، همه متوجه میشن که بله، خیلی شیک و زیبا برگشتن به همون مکان اولشون.
سه ساعت من پلیر دومین زدم، پازل حل کردم، دهن خودم رو سرویس کردم که برگردم سر خونه اول. ما اینجا داریم زحمت میکشیم، این اصلا نمیدونه چه بلایی سر ما اومده. اصلا اینا به کنار چجوری شد که اصلا اینجوری شد؟ ایتو میگه دشواره؟ خیلی هم جای خوبیه. شما اجازه بده من الان توضیح میدم بهت. این ایتو میگه، من کاری با ایتو ندارم. یه داستان قدیمی از اینازوما هست که میگه یه بازرگانی توسط باکیدانوکی، که حالا باکیدانوکی یه توضیح بهتون بدم، توی لور ژاپنی یه یوکای یا موجود جادوییه که میتونه شیپ شیفت کنه و به چیزهای دیگه تبدیل شه. توی گیم هم موشان، راسوان، سامورن، چیان هی میرن تبدیل میشن به چیزهای دیگه، اشیا میشن. توی اینازوما بودن خیلی ایسکامو میکردن، اینجا با زنگ میزدن تو سر کله هم دیگه. یه دو تا اون دلقکا بیار اینجا زنگ بزنه بچه‌ها فشار بخورن. گول میخوره و کل عصر رو دور خودش میچرخه و تا شب هم متوجه نمیشه که دقیقاً برگشته جای اولش. ایتو فکر میکنه که اتفاقی که داره براشون میفته و میگه با احضار کردن اوشیداوشی جنگیرش میتونه راه خروج رو پیدا کنه. بعد دست خر رو میبره بالا، ببخشید دست خودش رو میبره بالا و اوشی رو مثل پوکیمون یهو سامن میکنه، همونجا میندازه وسط. یعنی اوشی بیا وسط. بعد اوشی موموکونان میره دنبال راه خروج، متاسفانه ایسکا میشه برمیگرده. بعد همین، و اینجاست که یانفی تازه متوجه یه نکته جالب میشه. خب تا این موقع اصلا به خودشون فکر نکرده بودن که آقا ما از یه جایی اومدیم اینجا دیگه، در واقع همون اولش زمین دهن باز کرد و ما افتادیم اینجا، خب چرا از اونجا برنگردیم؟ و اونجا سر راهشون باز بود دیگه. ولی الان که نگاه میکنم میبینم بله، راه بسته شده و با سنگا پوشیده شده و به نظر میاد همه چیز هر لحظه داره گیج کننده تر میشه. خلاصه میان همه پخش میشن تا یه راه خروجی از بین سنگا پیدا کنن و خوشبختانه ایتو این دفعه دیگه با کسی شاخ به شاخ نمیشه. ولی با این همه خدا عرشون. ولی با اینکه همه با هم همکاری میکنن و تو صلح و صفا دنبال راه میگردن، بازم هیچ راه خروجی پیدا نمیکنن. موندن زیر سنگا باعث میشه که ایتو فکر کنه یه سایه داره دنبالش میکنه. ولی خب به نظر پایمان تنها جن اون اطراف خود ایتوه. ای بابا اینا دوباره شروع کردن، یه بیف سنگینی بینشون هست خدایا. ولی بعد از این یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین و تعیین کننده ترین نکات کل آرکان کوست برملا میشه. ایتو بلندقدترین و مخوفترین کاراکتر گنشین، این غول ناقلا از روحا میترسه. وات؟ ببیرم واسش بچم. But he's still in denial. اصلا هم قبول نمی کنه. و همینطور میشه که بیف پایمان و ایتو ادامه پیدا میکنه و در این بینم کوکی starts cooking و بوی طالبی لوندر ملن که فضا رو میاد پر میکنه و کوکی تلاش میکنه با درست کردن غذا همه رو آروم کنه. کارم میکنه. آخه میدونین کی است که از طالبی پخت خوشش نیاد؟ آخه به به چقدر غذای خوشمزه‌ای، مگه نه نریمان؟ اخ آنتا، طالبی پخته داری کودک میکنی با من؟ خب مثل این که تبعه هر کدوم قوانین خودشو داره، ظاهرا اینم یکی از غذای مورد علاقه شونه. بگذاریم. با برگشتن یانفی ما تازه متوجه میشیم که یانفی یه کلاس توی زمستون به عنوان جایگزین استاد کوکی داشته و بهش درس داده، یه جورایی میشه سمپای کوکی. یلان هم که برمیگرده متوجه میشه که با مثل اینکه واقعا هیچ راه خروجی نیست، ولی خب تراولر یه ناجی داره و این ناجی اگه گفتیم کیه بهتون یه هینت میدم. این ناجیه من بگم نه خیلی نریمان، بشین سر جات، بذار بچه ها تو کامنت بگن. بگین این ناجیه بهش گفته بود که تو هر شرایطی فقط کافیه اسمشو صدا بزنه، ولی این دفعه ناجی هم نمیتونه نجاتمون بده، چون هر چقدر اسمش رو صدا میکنیم داره ایگنورمون میکنه و شاید به نظر میاد که قرار مدت طولانی زیر زمین باشیم. یه روز بین سنگا میگذره، ولی از نظر پایمان هفته ها گذشته، هیچ چیزی هم اطرافشون تغییر نکرده، همه هم خسته شدن، ولی ایتو برای مردن زیادی جوونه، هنوز بیتل فایت کافی نکرده، تو خیابونا ولولی نکرده، پس همه باید فکراشون شده واسه ایتو هم رو هم بذارن تا ایتو بتونه به زندگی عادیش برگرده. ولی یانفی متوجه میشه که هر کدوم از اینا فکر میکردن یه مدت متفاوتی از زمان گذشته. مثلا ایتو فکر میکرد که فقط 4-5 روز گذشته، برای تراولر فقط یه روز گذشته و برای پایمان 20 روز.
معلومه برای پایمان از همه بیشتر وقت گذشته. تو میدونی تفلکم واقعا حق داره انقدر غرغر میکنه. 20 روز واسه این بدبخت گذشته، بعد از تراولر فقط یه روز. بعد کوکی تازه متوجه میشه که حتی با اینکه فکر میکنی مدت زمان زیادی گذشته، هیچ کدومشون نه گرسنه‌ن، نه خسته‌ن، نه خوابشون میاد. انگار بدنشون فریز شده و کلن توی حالت ساکن باقی مونده. بعد تراولر هم بهشون میگه که اون نتونسته شیعه رو احضار کنه و بقیه تازه دوزاریشون میفته که بابا این اتفاقی که داره برام میفته مثل این که اصلا هم چیز کوچیکی نیست، مثل این که باید یکم پنیک کنیم. یلان بعد کلی تلاش، وقتی همه دارن پنیک میکنن، یلان آرامش خودش رو حفظ میکنه و اتفاقا هم یه راه خروج پیدا میکنه، ولی این راه خروج توسط یه دیوار سنگی عجیبی بلوکه شده و برای درست کردن این دیوارم انگار از یه جور جادوی گمراه کننده استفاده شده. در آخر این راه هم یه دومین دیگه قرار داره. داخل این دومین هم ما به عنوان پلیرها میریم پلتفرم تغییر میدیم، انمی شکست میدیم، چک و چوک میزنیمشون، نورایی رو میاییم به سمت سمبالا هدایت میکنیم، ولی مهمتر از اینه که ما داخل این دومین داریم صدای شیعه رو میشنویم و انگار داره با یه نفر میجنگه و حالش هم خیلی مساعد نیست. بعد آخرش این صدا رو دنبال میکنیم و آخر یه حاله اشیا رو میبینیم. این حاله هم خیلی ترسناکه و اصلا صداش هم درست نمیاد. ای تو هم هرچی صداش میکنه میگه داش داش یا صدامونو داری؟ شیا هیچ جوابی نمیده، ولی بعد شیا با یه صدای ترسیده میگه این دومه یه مشکلی داره و شما زودتر باید از اینجا برید و براتون امن نیست. شیاو قربونت بشم، دور سرت بگردم، خیلی دوستت دارم ها، ولی کلن نقشت از اول آرکان کوست این بوده که بگی بلنشیم بریم بیرون، بدون اینکه بگی خود کدوم وری مرد حسابی. خواسته خودمونم این بوده، ما خودمون نخواستیم که بیایم اینجا، ما نمیدونیم چجوری باید خارج شیم. ای بابا. بعد همین وسط ها که اینا دارن با هم حرف میزنن، ای تو یه سوراخی رو زمین میبینه و میپره توش. چرا؟ چون دوتا سلول مغزیش دستور دادن. نتیجه چی شد؟ ایتو با باسن میخوره زمین و صدمه میبینه و بقیه همه دنبالش میرن و سر از یه خرابی دیگه در میارن. ای بابا، این ایتو هم کلن کار میده دست خودش دائما. این کوکی رو نداشت باور کنم یه دوتا سلول مغزی دو روز نمیتونه زنده بمونه. اینجا کوکی باسن ایتو رو انگشت میکنه تا ثابت کنه که ایتو فقط ورژن اوورسایز و قرقروتر پایمانه. من واقعا معذرت میخوام از ایتو مین های عزیز، من همتون رو دوست دارم، لنگتون دراز چیزتون بوده. حالا اونا شعر رو از زیر پیدا نمی کنن، ولی زود متوجه میشن که پناهگاهی که پیدا کردن رازهای مخوفی رو توی خودش داره. توی این پناهگاه اول ایتو مردی رو میبینه که به دلیل اونی بودنش داره از خونه پرتش میکنن بیرون. توی پناهگاه کاسه های لوبیا وجود داره و مردم قبلا از لوبیا استفاده میکردن و اونا رو سمت اونی ها پرتاب میکردن تا اونا رو از خودشون دور کنن. دفعه بعد که کوکی وارد پناهگاه میشه، چهره پناهگاه تغییر کرده و یک زن با موهایی هم رنگ کوکی داره سرزنشش میکنه و میخواد کوکی رو به ناروکامی شراین بفرسته. کوکی به همه میگه که اون زن مادرش بود و دلیلی که به لیو اومده تا حقوق بخونه برای این بود که نمیخواست طبق خواسته مادرش تا آخر عمر یک دوشیزه توی معبد باشه. کوکی نیاز به آزادی داره و کار کردن توی معبد چیزی نیست که دوست داشته باشه. دیگه همه فهمیدن که پناهگاه اونا رو دقیقاً با ترس یا حالا چیزی که خیلی اذیتشون میکنه روبروشون میکنه. چقدر میکنه شد دیگه حالا ببخشید. نفر بعدی که وارد پناهگاه میشه به امید اینکه شیاو رو پیدا کنه یانفه. یانفه یک زن و مرد رو میبینه که سر دو تا چهار تا کردن نمک و نون با هم دعوا میکنن و سریعاً میاد بیرون. یانفه از این که مردم سر چیزای ساده دعواشون میشه نمیتونن از گله کردنهای علکی بگذرن متنفره، چون همشون منجر به دعواهای بزرگتر میشه. برای همینه که مشاور حقوق شده تا این مشکلات رو حل کنه. بچه‌م چیز مشاور خانواده است فکر کنم کلا. آره. بعد تمام مدت یلان از پناهگاه دوری میکنه و ایتو ازش میپرسه که پس چرا همه ما آره تو نه؟ یلان هم میگه چون من برای لیدی نینگوان کار میکنم، اگه برم داخل و رازهایی که بانو دارن برملا بشه، مجبور میشه هر شاهدی که اون نزدیکی هست رو بکشه. نانی؟ وات؟ یلان قربونت برم
یه دقیقه ساکت وایسا، بذار من باهاش صحبت میکنم. تو وایسا عزیزم، سیپ میکرد. اوکی نکن، نکش، حالا مثلا یه چک بزن به همشونا، نکش. حالا ایتو میگه چش شما درست میفرمایین، شما اصلا برین یه طرف دیگه مجلس وایسین. هم موافقت میکنن که یلان نگه داره بکششون، دارن تک تکشون رو نکشه، یعنی نکششون. نفر آخری که میره داخل ترولره و اینجا جالب میشه، چون چیزی که ترولر میبینه عبیس هست. شروع میکنه توی عبیس قدم زدن، ولی یک هو راه خروج ترولر بسته میشه. ترولر بودو بودو از این ور اون ور میره تا زیر پاش خالی میشه و ترولر دوباره توی دریاچه ها روبروی پناهگاه میفته و برمیگرده پیش بقیه. پایمان بهش میگه که ما خیلی نگرانت شده بودیم، چون در پشتت بسته شد و نمیتونستیم بازش کنیم. ترولر بهشون میگه که چیزی که پشت در دید تاریکی هست که خواهرش رو برای خودش گرفته. حالا مثلا شاید برای بعضی تو این درصد خیلی کمی ها، همه اکثرا ایترمینن، لومین دوست نداریم. آره. و بله هیچ کدوم نتونستن. آقا یه ووت بذاریم. آقا گذاشتیم. آقا به خدا کامنت ها رو نخوندی؟ دوباره بذاریم. ندیدی؟ دوباره بذاریم. شروع کردی؟ دوباره شروع کردی تو. بذار آقا بیای دوباره ووت بدین، این آنیتا بیاد بلم کنه. دوباره ووت میزنم. بذار آقا بذار. گذاشتم. بذار. و بله هیچ کدومشون نتونستن شیعه رو پیدا کنن. محیط دامین هم هی داره تغییر میکنه، تغییراتی که شخصا اونها در اونا رو هدف گرفته و دیگه همشون احساس خستگی میکنن و بعد از دامین خارج شدن. خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا به اینجای این ویدیو بی نهایت لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنلمون هم سابسکرایب کنین، زنگوله نوتیفیکیشن هم یادتون نره. به خاطر اینکه تایم ویدیو خیلی قرار بوده زیاد بشه و نمیخواستیم دیگه یه ویدیو یه ساعته براتون پابلش کنیم، برای همین اینو به دو قسمت تقسیم میکنیم. این وسط داستان که ما میریم یه استراحت ریزی بکنیم بیایم، شماها هم برین و پارت بعدی رو ببینین. پارت بعدی رو قول میدم خیلی 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 زود براتون بذارم که دیگه خیلی از داستان عقب نمونین. پس تا پارت دوم همه شما رو به آرکان‌های بزرگ میسپارم. بدرود.